سلام، سلام به تمام مخاطبان بامداد در سراسر جهان. امیدوارم که در آمریکا، کانادا روز جمعه خوبی رو شروع کرده باشید و در بقیه جاهای جهان جمعتون به خوبی گذشته باشه و حالا اونجاهایی که بالاخره شنبه شنبه تعطیلن آماده یه تعطیلات خوب باشید، اونجاهایی که مثل ایران آغاز هفته از شنبه منتظر یک هفته پر از اتفاقای خوب، پر از انرژی باشید. ما مثل همیشه با برنامه ادبی بامداد در خدمت شما هستیم. روند برنامه رو تو این دو سال خوب خوب یاد گرفتید، دیگه نیازی نیست به تکرار مکررات. ما در ابتدای برنامه هر هفته یه بررسی کوچیکی میکردیم آثار یک شاعر کلاسیکمون رو. گاهی حالا میمدیم سراغ شاعرهای جدیدتر، معاصر، اما بیشتر تأکیدمون روی شاعران کلاسیک بود و بعد موزیک هایی رو پخش میکردیم که شعرهای این شاعران بزرگ به صورت موزیک اجرا شده، چون تجربه نشون داده که آدم ها الان حداقل در امروز جهان با صوت، با تصویر یه مقدار بیشتر جورن تا نوشته و اگر من شعر رو حالا با صدای الکن خودم بخونم اون تأثیری رو نداره که با موزیک، با ملودی، با یه ویدیو، با کنسرت همراه بشه و دلنشین تر بشه. به خاطر همین برای اینکه ارتباطی هم بین ترانه، شعر، موسیقی برقرار کنیم ما شعرهایی که اجرا شده بود رو پخش میکردیم. اما یه پیشنهادهایی هم داشتیم. یکی از دوستان عزیزمون پیشنهاد کرده بود که آقا شما شاعران بزرگ ما رو یکی دو دور زدید، اومدید دربارشون صحبت کردید، چرا به شاعران نسل جوان، معاصرینی که نه معاصرین مثل سهراب، شاملو، فروغ که ما یک بار یا دو بار بهشون پرداختیم، به شاعران جدیدتر، به اونهایی که زندن، به اونهایی که دارن مطرح میشن، کم کم صدای خودشون رو به ادبیات معاصر میرسونن، اونها رو پوشش بدید و برنامه هایی برای اونها بسازید. ما حالا نمیتونیم تمام برنامه ها مخصوص شاعران جوان و امروزی باشه، چون نیمه دوم برنامه هم بچه جوان زنگ میزنن. حالا جوانم میگم منظور از کودک هست تا سن بالا، منظور نسل امروز ادبیاته و شعرهاشون رو به صورت زنده برای ما میخونن. با همین شماره واتسابی که در زیر تصویر من درج شده شما در قسمت دوم برنامه میتونید زنگ بزنید و شعر بخونید برای ما. در طول هفته هم میتونید شعرتون رو به صورت صوتی، فقط و فقط صوتی ضبط کنید و برای همین شماره واتساب در اپ واتساب بفرستید و ما به ترتیب حالا معمولا با یکی دو هفته تأخیر صدای زیبای شما رو پخش میکنیم و شعر زیباتون رو. اما پیشنهاد خوبی بود که ما یه مقدار هم به دوستان جوانتر، به دوستان هم میگم جوان که میگم بازه بزرگی رو در بر میگیره، من 40-50 ساله ها رو هم جوان میدونم، 60 ساله ها رو هم جوان میدونم، کسی که با ادبیات زنده است دلش جوانه، ولی اونها رو هم بهش بپردازیم. یه مثالی هم زدن، گفتن که آقا الان علی کریمی کلایه فوت کرد، ما بعد مرگش اومدیم ویژه برنامه‌ای براش ترتیب دادیم. بکتاش آبتین رو حالا خوشبختانه در زمان حیاتش بهش پرداختیم، اما ویژه برنامه‌ای که براش در نظر گرفتیم باز بعد مرگش بود و کاش که این شاعران بزرگمون رو در زمان حیاتشون بیشتر قدر بدونیم. هرچند علی کریمی کلایه به همین برنامه زنگ زده بود با همین شماره واتساپ برای ما به صورت زنده با صدای عزیز خودش شعر خونده بود و یادگاری بود که برای ما به جا مونده بود. فکر کنم همین پارسال عید بود که یعنی یک سال نیم پیش با ما تماس گرفت، هنوز سر حال و زنده در کنار ما بود. یا بکتاش آبتین میگم در زمانی که زنده بودم ما بهش پرداختیم. اما ما میگم نقدهای شما رو، پیشنهادهای شما رو جدی میگیریم و مطمئن باشید که ترتیب اثر میدید. نمونهش امروز میخوایم راجع به یک شاعر، حالا بگیم جوون دیگه، جوون صحبت کنیم. شاعری که نه تنها در زمینه شعر موفقیت‌های زیادی کسب کرده، در زمینه ترانه هم موفق بوده و از این دو مهمتر در سینما هم موفق بوده. اندیشه فولادوند یکی از شاعرانیه که در همون دوران دبیرستان، در همون دورانی که سن پایینی داشت واقعاً، با یک آلبومی که آلبوم صوتی که روی نوارهای ضبط صوت اون زمان منتشر شد به نام عطسه های نفت مطرح شد.
و شناخته شد در دانشگاه هنر، بچه های ادبیاتی شناختنش که یک دختر نوجوان بسیار بسیار جوونی ظهور کرده، شعرهاش رو دکلمه میکنه و در فضای غزل پست مدرن، در فضای غزل پیش رو داره قدم میزنه. شعری گفته برای نوجوان، برای جوون تو اون زمان که جو بسته بود، هنوز غزل پست مدرن مثل الان همه‌گیر نشده بود. اینکه یه نوجوان، یه جوون میگم تازه هنوز خودش رو داره مطرح میکنه، غزلی بگه با ردیف سیگار پشت سیگار، اون زمان نوآوری خیلی خوبی بود. اون زمان شکستن بسیاری از تابوها بود، فضاهای سورئالی که در شعرهاش وجود داشت با تمام پستی بلندی هایی که خب بالاخره هممون در دوران نوجوانی و جوانی در شعرمون تجربه کردیم. اما اندیشه فولادوند در سالهای اخیر اگرچه در سینما موفقیت های زیادی کسب کرده و بسیاری از کارگردان های مطرح همکاری کرده و خیلی ها به عنوان یک بازیگر میشناسنش نه به عنوان یک شاعر، اما شعر و ادبیات رو رها نکرده. شعر و ادبیات و فضای غزل امروز، غزل پست مدرن باهاش اومده و ما شعرهای بسیار زیادی، ترانه های بسیار زیادی از اندیشه رو سراغ داریم که با صدای خواننده های خوش صدامون منتشر شده. وقتی که ما در مورد شعرهای حالا میگم اندیشه صحبت میکنیم، معمولا یک خواننده هست که اسمش با شعرهای اندیشه گره خورده، رضا یزدانی نازنین. با توجه به اینکه موسیقی راک محمل مناسب تریه برای عرضه کارهای پست مدرن و تو اون فضا، به نظر من رضا یزدانی انتخاب مناسبی کرده که شعرهای اندیشه رو اجرا کرده. از معروف ترین این شعرها و در واقع ترانه ها که اجرا شده و بسیار گل کرده و در یک فیلمی به نام تهران تهران ساخته حالا مشترک داریوش مهرجویی و عزیز دیگری در واقع این کار پخش شده و این کار به گوش شما رسیده، بعدن هم در آلبوم خودش این کار رو استفاده کرده، در کنسرتاش خونده و خیلی از ما مخصوصا کورس کار رو حفظیم. حالا این کار رو با هم میشنویم، وقتی بشنوید همتون احتمالاً سطرهایی رو همخونی بکنید. حوصله ندارم اما همه ی قصه رو میدم، همه ی قصه رو، حتی اونجایی که دوست ندارم. بذار صحبت کنیم این بار جای این که بنویسی راجع به دو جین سوال، یه سری عاده بدخی. میدونم که دیگه مردم، مرگم هم موقتی نیست، این جواز دفن و کفن یه صدای لعنتی نیست توی این بحبوحه شک وسط این همه بحران. خودم و گوشه آسفالت جا گذاشتم تو اتوبان، جست بیخوابی و منگی واسه من نگیر دوباره، کسی که جلوت نشسته عصبی و لطفان. من دیگه اصلا نمیخوام تیغا رو رگم به سرم، پای تخت دود و گوگل قهرمان قصه من. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه.
موشک و تو دستت نسل من خط کشی میکرد واسه انفجار قلبت شعر من خودکشی میکرد جعبه جعبه استخون و غم پرچمای بیبا کودکی نسل ما رو به قرنطینه فرستاد من با زندگی و شعرم یا با تو شوخی نداشتم واسه تو شوخی بودیم ما خیلی تلخ سر نوشتم حالا هی غلط بگیرم دیکته های نانوشتم یا که اوراق بهادار بده جای سر نوشتم اگه عاشقت نبودم ما نمیداد این ترانه بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه اگه عاشقت نبودم ما نمیداد این ترانه بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه صد تا اتوبان یه مسیر منحنی نیست که کسی پشت سرم هی نده فرمان واسه یه بیست وقتی آجی رو کشیدم توی موش لط و پارم خودم میبینه بمب دستی شیرم شد انفجارم یه نفر رو در و دیوار خاطره می پاشه یه نفر که میگه این با بذار انگشت و رو ماشه خیلی ساده نرسیدی سر سمینه واسه اجرا انگاری که محض خنده گرگ زن نگنه توی قلبت یاد کارون شب دجله سر کوچه های بومبت یاد هجله پشت هجله بچه های خاک و بارون یاد تریختن تو میدون مادراشون پشت شیشه پدراشون ته دالون پس چرا ما تو غریبست نسل بی خاطره من یادمون نیست که چجوری واسه هم دیگه میمردن پاش بیده باز دوباره روی مغربت میبارم باز توی منطقه می دست و پامو جا میذارم اگه عاشقت نبودم ها نمیداد این ترانه بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه مرسی از اتاق فرمان برای پخش این کار زیبا البته که ما فرصت نشد کامل کار رو پخش کنیم کار حدود 9 دقیقه است و امیدوارم خودتون بشینید گوش بدید و لذتشو ببرید ما میخوایم امروز طبق قولی که دادم کارهایی که برای ما در طول هفته گذشته رسیده پخش کنیم زنگای شما رو جواب بدیم صدای عزیز شما رو شعرخونیتون رو پخش کنیم خیلی برنامه ها داریم به خاطر همین امروز تعداد موزیکایی که پخش میکنیم فقط و فقط دو تاست
این موزیک اولم که نیمه کاره پخش کردیم و به عهده خود شما گذاشتیم. خب تهران تهران رو شنیدید، یا با اسم معروفترش اگه عاشقت نبودم، باز که در همونجور که گفتم در فیلمی از مهدی کرمپور نازنین و داریوش مهرجویی عزیز استفاده شده بود و بعدا در آلبوم خود رضا یزدانی نازنینم به کار رفته بود با شعری از اندیشه فولادوند. اندیشه فولادوند در حوزه‌های مختلفی تجربه های جالبی کرده، فضاهای متفاوتی رو در زمینه حالا بازی‌های زبانی در غزل پست مدرن داشته. شعرهاش هم معمولا اجتماعی، اعتراضی، خیلی شعرهای عاشقانه هم اگر داره عشقیه که توش در واقع مثل همین کاری که شنیدید اعتراض و در واقع این صدای یک نسل خفه شده واضح و مشخصه. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری، زنده باد این عاشقانه. اما بریم سراغ کار جدیدتر اندیشه. آخرین همکاری هایی که در واقع از اندیشه من شنیدم، شاید میگم کار جدیدتر داشته که بالاخره ما خارج از ایرانیم، بعضی موقع تکاهنگ ها کارها به گوشمون دیرتر میرسه، اما آلبومی بود به نام ژنتیک که با خواننده و بازیگر بسیار خوب و پرسابقه سینمامون محمد رضا فروتن همکاری کرده بود. این آلبوم متاسفانه اکثر کارهاش موزیک ویدیو نداشت، وگرنه من دوست داشتم برای معرفی این آلبوم زیبا که جالب هست، بازیگری مثل محمد رضا فروتن میاد به سمت شعر، دکلمه شعر، خوانندگی شعر و شعرهایی که انتخاب میکنه معمولا شعرهایی بسیار خوب، شعرهایی حداقل متفاوته اگرم خوب نیست. و میگم در واقع سابقهش رو هم مرور کنید، قبلا با مرحوم افشین یداللهی که خود ایشون هم شاعر بود، خود ایشون هم جزء ترانه‌سراهای پیشرو بود کار میکرد، الان با اندیشه فولادوند. خیلی خوبه که خواننده های ما بیان با شاعران پیشرو کار کنن، ترانه‌سراهای پیشرو کار کنن، به جای اینکه این ترانه های مبتذلی که همش شبیه همه و حرف جدیدی، تصویر جدیدی نداره. حالا مطمئنا نقد هایی به آلبوم محمد رضا فروتن نازنین هم وارد هست، من ولی میگم همیشه باید اون نکته های خوب رو دید، اون زیبایی ها رو دید و تشویق کرد برای موفقیت های بزرگتر. خب یک کار از این آلبوم رو با هم دیگه میشنویم، کاری به نام اینستاگرام که نقدی هست بر شبکه های اجتماعی، با هم گوش میدیم. توی این جهان مجازی همه شبیه توهم شدن رو علف، تو عکسای شخصی تو رو میکنی، یه گند حیولا میرن توی کف، یه شب توی صفت پر از چونه بر، یه شب مردم های سیاست زده، یه شب فرقه های عجیب و غریب، یه شب سمفونی های آفت زده، کامنت های وحشی، کامنت های رام زیر پستت توی اینستاگرام، کامنت های وحشی، کامنت های رام زیر پستت توی اینستاگرام، کامنت های وحشی، کامنت های رام زیر پستت توی اینستاگرام، کامنت های وحشی، کامنت های رام زیر پستت توی اینستاگرام. یه شب یه سری اصطلاحات چرت، چه زیبا گلم، عشق من بهترین، یه شب یه سری پشت‌های رکیک، سه نقطه ترین، ریموت روان تو دست کیه، چی داره تو رو کنترل میکنه، که تو آیفون تصویری نه به بعد با بغزش جهانی رو کل میکنه.
شبیه توهم شدی رو علف، منم نه به بعد این روزای جنگ. تو هی لایک میگیری از آدم ها، منم هی میمیرم با توپ و تفنگ. کامنت های وحشی، کامنت های ران زیر پستته تو اینستاگرام، کامنت های وحشی، کامنت های ران زیر پستته تو اینستاگرام، کامنت های وحشی. کامنت های ران مرسی از اتاق فرمان عزیز برای پخش این کار زیبا. ممنون از اندیشه فولادوند عزیز، محمد رضا فروتن نازنین، کارن همایونفر عزیز و همه کسایی که دست به دست هم دادن تا این کارها شکل بگیره. خب امیدوارم اندیشه فولادوند همین مسیر رو به رشد رو بره، تو همه زمینه ها موفق باشه و چه سینما، چه ادبیات، چه موسیقی، و ما شاهد کارهای زیباترش باشیم، کتابهای جدیدش باشیم و لذت ببریم. این هم حالا تحفه‌ای بود به مناسبت بررسی کار شاعران جدیدتر، شاعران امروزیتر، و سعی می‌کنم معمولا هر دو هفته یک بار، سه هفته یک بار یه نقبی بزنیم به بچه‌هایی که بعد از انقلاب متولد شدن، توی نیم قرن اخیر متولد شدن، و صدای اونا در برنامه خودمون باشیم. خب از الان میتونید شما با واتساپ برنامه تماس بگیرید و شعرهای زیباتون رو برای ما بخونید. من سعی میکنم امروز حداقل شعرهایی که تو این یکی دو هفته خیلی رسیده، خیلی خیلی زیاد، اونها رو هم پخش کنم تا جایی که ممکنه، و یه مقدار برنامه‌مون خیلی عقب نیفتیم، جلو که نخواهیم افتاد، چون شعرهای زیبای شما انقدر زیاد به ما میرسه که همیشه ما یه چند قدم از شما عقب‌تریم و این لطف باعث خوشحالی و افتخار ماست. خب تا اولین تماس برقرار بشه، من یک سوالی که از من شده بود، فکر کنم اوسیان عزیز این سوال پرسیده بود، جواب بدم. پرسیده بود که من جدیداً توی شعرهام نمیتونم شعرها رو تکمیل کنم، شعر نمیتونم بنویسم، برام نوشتن سخت شده، تکمیل کردن مشکل شده، شعرهام نیمه تموم میمونن، نمیدونم چی کار کنم، و راهنمایی خواسته بود. ببین حسین عزیز، ما در واقع این مرحله رو هممون اگر شاعرهای قدیمی تر بپرسی در زندگیمون تجربه کردیم. زمانی که شعر تو یه مقدار پیشرفت میکنه، شعرات بهتر میشه، و در زمینه مطالعه هم تو متوجه میشی که شعر خوب چیه، معمولا این اتفاق همیشه برات میفته. چرا؟ چون دانش تو که شعر خوب چیه و شعری که باید بنویسی چگونه باید باشه هنوز میچربه به توانایی تو در نوشتن شعر. و دوم این که استرس این که من یه شعر خوب نوشتم، ازم تعریف شده، گفتن شعر خوبیه، و نکنه من پس رفت داشته باشم و شعر جدیدی که مینویسم در حد و اندازه های شعر قبلیم نباشه، همه اینا فشار میاره و باعث میشه شاعر نتونه حتی مدتی شعر بگه. راهکاراش چیه؟ یکی از راهکاراش اینه که اصلا برات مهم نباشه نظر بقیه، بد بودن شعر، چرت و پرت بودن شعر. کار نیکو کردن از پر کردن است. زیاد بنویس، 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 اصلا افتضاح، بد، به قول معروف بدترین چیزهایی که اصلا در تصور می گنجه از لحاظ تکنیکی، بعد پاره کن بری سلاشغال، ولی نوشتن رو ترک نکن. همینجوری که بنویسی بنویسی بنویسی، میبینی که بعد از مدتی کارها دوباره به اوج برگشتن. بدترین کاری که من دیدم بعضی از دوستان جوان مرتکب میشن، میگن من یه مدت نمیخوام کار بنویسم، این مدت مطالعه کنم، تمرین کنم، و بعد کارام اوج بگیره، بهتر بشه.
شما کافیه در دورانی که هنوز شاعر حرفه‌ای نشدید یه 6 ماه، 2 ماه، 1 ماه از شعر فاصله بگیرید، ننویسید، تمرین نوشتن رو قطع کنید. میبینید که با سر میخورید زمین و دیگه اصلا نمیتونید بنویسید، همون چیزهای بد رو هم نمیتونید بنویسید. پس باید بر این ترست غلبه کنی، بگی آقا من شعر رو نمیخوام برای کسی بخونم، نهایتا شعر بده، انگار دفتر خاطراته، دفترام کامل میکنم، مینویسم 4-5 تا دفتر که شد میریزم سلاش خواد. من خودم که روبروی شما نشستم 4-5 تا دفتر شعر دوران جوانی و نوجوانی آتش زدم. پس بنویس. نکته دومی که شعر زیاد بخون، تمرین زیاد بکن، در حال و هوای ادبیات باش. خیلی وقتا من علت نتوانستنمون برای نوشتن اینه که سرمون شلوغه، سر کار میریم، وارد رابطه عاطفی با کسی شدیم، نمیدونم سربازی میریم، ازدواج میکنیم، بچه دار میشیم. آقا این مغزه جای دیگه مشغوله. اگر این مغز مشغول باشه نمیشه شاهکار نوشت. تمام شاعران و نویسندگان بزرگ باید در روز ساعتها بشینن پای لپتاپ، پای کاغذ خودکار، باید تایپ کنن، بنویسن، خط بزنن. کسی که فکر چیزای دیگه است، هزاران چیز مهم در زندگیش وجود داره، نمیتونه شاعر حرفه‌ای بشه. میدونم سخته، میدونم خیلیاتون سر کار میرید، دانشگاه میرید، محصلید و باید وقتتون رو تنظیم کنید و هر روز در بدترین حالتها از وقت حمومتون بزنید، غذاتون بزنید، صحبت کردن با دوستاتون بزنید، بازی، تفریح بزنید، خوابتون بزنید، ولی یه ساعت، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت رو به ادبیات هر روز اختصاص بدید. فکر کنید بدنسازیه، دو روز، سه روز ورزش نکنید بدن افت میکنه، بدن به قول معروف ماهیچه ها میخوابه و دوباره سخت میشه برگشتن. پس این وقفه رو مواظب باشید نیفته. این دوتا توصیه بود که میتونستم بکنم و بهترین کارم اینه که کتاب زیاد بخونی، فیلم زیاد ببینی، ایده گرفتن از جهان هم بسیار بسیار مهمه. خب بریم تا اولین تماس برقرار بشه یک شعر بشنویم. شعر و صدای پوریای نازنین که همیشه لطف میکنه شعراشو با آهنگهای بسیار، موزیکهای بسیار زیبا همراه میکنه. موزیکی هست به نام Sleeping Beauty Syndrome یا مثلا سندروم زیبایی خفته، ساخته اپریل رین یا اپریل رین. خب در واقع این کار رو برای شما پخش میکنیم، امیدوارم دوست داشته باشید. ممنونم از پوریای عزیز. خاک با دهانی سنگی حروفی مبهم را نجوا می کند، حروفی که آشنا می نمایدم و با صدایی خوش می خندد. من اما به آرامش واپسین فکر می کنم، به درختی که انگشت‌های پوسیدم در آوندش جاری است و در انتظار پرنده‌ای است که شاید از خاک گلوی تو دانه خورده باشد. بهشتی اگر هست، لمس صدای آشنای تو باید باشد از پس هزار سال. مرسی، مرسی پوریای عزیز. شعر کوتاهی برای ما فرستاده بودن ولی مثل همیشه دلنشین. پوریا یکی از مخاطبان خوب و همیشه یه برنامه ماست. شما الان هم میتونید با این در واقع شماره‌ای که در زیر تصویر من درج شده توی واتساپ، فقط و فقط توی واتساپ تماس بگیرید و شعراتون رو به صورت زنده در برنامه خودتون بدون هیچ سانسوری بخونید. تا تماس اول برقرار بشه یه شعر کوتاه هم از سعید عزیز پخش کنم که همیشه با شعرهای زیباش همراه برنامه ما هست و یک فکر کنم چند ماهی است که جز مخاطبان تخصصی ما شده، حرفه‌ای ما شده که همیشه برنامه ها رو دنبال میکنه. کلام از کتاب زندگی، نهم
تمام بیت خود را کربلا کرد. حسین بیعت نکرد با ظلم حاکم، به معنا عشق حق را برملا کرد. رهبر انقلاب به ایرانیان فرمود کل یومتان عاشورا، کل ارضتان کربلا. حسین بازیچه دستان ملا، محرم در عزا کفران با ماست. حسین رازی عیان کرد از محمد، به گفتا ظلم و خون دیری نباید. در این قوهای بی فردای دنیا، نه این والی نه سرداری نماند. هموطنان، شهیدان ایران، پیر و جوانان، به عاشورا بخوان. باور کربلا خاک وطن ویران بدان. مرسی از سعید نازنین. حالا من نقطه روی شعرشون دارم، ولی با محتوای شعرشون موافقم که واقعا این قضیه کربلا رو بسیاری خب اعتقاد دارن، عزاداری میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن. تمام دنیا، تمام اندیشه ها باید آزاد باشن. اما همین افراد برای این عزیزانی که هنوز یک سال از مرگشون نگذشته، کودکان، نوجوانان، زنان، پدران، این همه آدم بیگناهی که دست به شمشیرم نبردن، دست به در واقع جنگ هم نزدن و کشته شدن، سکوت کردن. این دوگانگی حالا که در شعر ایشون هم اشاره شده بود، اینه که مردم را آزار میده. که آقا اگر برای کشته های 1400 سال پیش داری گریه میکنی، خب چرا امروزی ها رو اصلا ارج نمیگذاری؟ اگر در راه آزادی بوده، اینها هم در راه آزادی بوده، و چجوری اون رو هنوز یادته و اینها رو هنوز چند ماه گذشته و فراموش کردی و دست بیعت با به قول معروف خود حالا آدم های مذهبی یزید زمانه میدی. خب اینها در واقع چیزهایی که میتونه سوژه های شعر باشه. هرچند باید سعی کنیم که در ابیات ما، سطرهای ما، اتفاقای شاعرانه، کشفای شاعرانه، تصاویر بک بسیار بسیار بیشتر باشه. ما مثلا در واقع چندی شاعر جوان داریم که دارن در زمینه شعرهای آینی هم کارهای تازهی میکنن، کارهای جدیدی میکنن و سعی میکنن از اون تکراری که اینجور آثار دوچارش شده نجاتش بدن. خب تا تماس بعدی برقرار بشه، من در واقع شعری پخش کنم از مهران عزیز. خونمون اکسیر آزادیه و مرگمون تکسیر آزادیه، جمع مسلمونای پامنبری تکبیرتون تکفیر آزادیه. تو سومین بیت غزل بشنوین که شعر من تصویر آزادیه. آشی که پختین واسمون زهر و تهدیگشم کفگیر آزادیه. مرقین و 40 سال خوراک شما از شانس ما انجیر آزادیه. به قول اون آخوند بیشا خودم موی زنان زنجیر آزادیه. برعکس فکر پوک آکبندتون هفتیرتون هفتیر آزادیه. آزادی ما توی چنگ شماست، تسبیحتون تقدیر آزادیه.
شیشه اکسیر جوونی ما تو دست برج پیر آزادیه. این گربه کس کرده تو قفس تو پرچم ما شیر آزادیه. کابوستون آزادی ما شده، زن زندگی تعبیر آزادیه. مرسی از مهران عزیز. خب من یه نکته فقط میتونم به مهران بگم، خیلی باید دقت کنی در وقتی اضافه های تشبیهی به کار میبری، مثلا انجیر آزادی، کفگیر آزادی، در واقع میای در واقع ترکیب اضافه میسازی. اگر در واقع قراره مثلا حالا این اضافه تشبیهی باشه، حتما باید وجه شبه خیلی قوی باشه، در طول اون بیت فضا سازی بشه، وگرنه به قول معروف تیغ دو لبه، ممکنه به جای اینکه به زیبایی شعرت کمک کنه، گاهی در واقع باعث افت شعرت بشه. البته که میگم تلاش کرده بودی غزلی با زبان محاوره بگی، کار خوبی هم کرده بودی، ردیف دشوار، ردیف قافیه دشواری رو هم کلا میدونی که ردیفای اسمی ردیفای دشواری ان، حالا ردیف تو که یه جمله بود کلا سخت بود، اما میگم دیگه باید تلاش کنی که از این هم بهتر بشی، از قوافی بهترین کار کرد رو و بهترین فضا سازی رو بگیری. خب مهران عزیز رو هم شعرش رو شنیدیم، شعری میشنیم از فردخت نازنین، از مخاطبان قدیمیمون که مدتی نبود، میگفتن مثل که متاسفانه ماهواره قطع شده بوده، پخش نمی کرده برنامه کانال وان رو. خوشحالیم که به ما پیوستن. چرا ای شیخ بستی چشم هایت را بران دختران نیمه اوریانت که هر جا بی حجاب در دیار غرب بی هر قید و بندی می چمند با پسرهایی که بهر خیش کردند انتخاب پای کوبان بین جمع غربیان آزاد و خوش در دل دانسینگ ها در دستشان جام شراب بی هراس گشت ارشاد و اماکن روز و شب در دل آغوش نامحرم چه بیدار و چه خواب می چرند و می خورند و مست و مدهوشند و نیست فکرشان درگیر آیین و خداوند و کتاب نه به دوزخ نه بهشت و نه به برزخ باوری نه به سان ما به دنبال شما سوی سراب آنچه بر ما مردم ایران حرام است و گناه بر شما و قومتان بیشک حلال است و ثواب بهر خود خلد بر اینها ساختید از مال ما زندگی را بهر ما کردید صد دوزخ عذاب تار مویی را بهانه کرده اید و دم به دم می دهید احکام شلاق و جریمه بی حساب نه حراسی از خدا دارید و نه شرمی ز خلق نه به مردم می دهید از عقل و منطق یک جواب از خدا فردخت خواهد تا بگیرد از شما انتقامی سخت و بالاتر ز صد دوزخ عذاب آتش بی دود افتد بر تن و جان شما تا شوید آگه ز سوز و داغ دلهای کباب تا شوید آگه ز سوز و داغ دلهای کباب. مرسی فردخت نازنین. شعرهای خیلی زیادی الان میگم در راه هست، ما قراره پخش کنیم، حالا اینها رو برای هفته بعد میگذارم که در واقع حالا با فراغ بال و با کیفیت خوب وسطش رو مجبور نشیم قطع کنیم، یه دفعه به قول مرفوع عجله اجراشون نکنیم. چند تا شاعر عزیز هستن، سرخوش پارسا هست،
در واقع داوود محمدی نیای نازنین شعری برای ما فرستاده، یه دکلمه جدید با آهنگسازی و تنظیم ازش منتشر شده که فکر کنم طولانی هم هست، اصلا الان وقت نمیشه، حتما هفته بعد پخش میکنیم. در پوریای عزیز باز هم شعری برای ما فرستاده، سبحان گنجی عزیز که شعرهای زیبا و پرفورمنس های بسیار خوبش رو ما قبلا هم در برنامه پخش کردیم هست، و دوستان دیگه، حالا این چند نفری که در نوبت همین الان بودن رو اسمشون رو خوندم. من فقط الان فرصت میکنم با توجه که 4 دقیقه تا پایان برنامه داریم، میدونید که برنامه ما کوتاهه، خود منم واقعا اصلا باورم نمیشه وقتی تموم میشه میگم هنوز کلی حرف مونده، به قول شاعر بزرگ قیصر امین‌پور، حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است. اما به مناسبت یه اتفاق خوب، یه شعر پخش میکنم و در واقع بعدش خداحافظی میکنم. سیامک مسیح‌پور، شاعر نازنینی که قبلا هم شعرهاش رو پخش کرده بودیم در برنامه و مدتی در زندان بودن و ما در برنامه هم همین ابراز تأسف و ناراحتی کرده بودیم و آرزوی آزادیشون کرده بودیم، با قید وثیقه الان در آزاد هستن، بیرون هستن از زندان، ما بسیار خوشحالیم و شعر عزیزشون رو امروز به این مناسبت پخش میکنیم. هفته بعد خدمت دوستانی که کارشون فرصت نشد، دوستانی که اومدن پشت خط متاسفانه نشد که وصل کنیم به خاطر اینکه شعری داشت پخش میشد، خدمت همه اون عزیزان هفته بعد هستیم. سعی کردم موزیک ها رو کم کنم، شعرخونی های در واقع بخش اول رو کم کنم که به این بخش دوم که میدونم چقدر طرفدار داره بیشتر برسیم. با هم شعر سیامک عزیز رو میشنویم. رسیده شد سلول بدبو از تن بره، همراه رقاصان به دور میله پیچیدم، خوشبو شدم، رنگم شبیه گونه کودک، پشمینه تن آینده را در خواب میدیدم. خوابیده بودم منگ و سرخوش کنج خرازی، چنگ پدر کام مرا وا کرد و خندیدم. در کیسه تحویل مادر شد تمام من، دستش مرا میلیزد و میلم به عشق افتاد. تا انتهای ژاکتش خود را گره کردم، سرما و بازی گوشی کودک حیاتم داد. در کوچه ها بازی جنگی و تفنگی بود، هر رادیو شیپور شد از مارشان جلات. بر سقف خرم شهرمان خمپاره می بارید، هان صادرات انقلاب و واردات بنگ، فرصت نشد از دوستان پشمیان بدرود، تانکان طرف شد در وسط پای فرارم لنگ، رویای پیکان از فراری ها عقب ماند و مشتی جسد مشغول بحث روح بعد از جنگ. آن سوی شط موشکترین قایم شدنها داغ از لوله ها بر جای جای خانه می بارید. دختر میان بطن مادر میل بافیدن، مادر به دور از ران رحم از درد می نالید. پستان شیرش باغ وحش و در قفس موشی جنهای پالایش شدش را خاک می مالید. نقاشی لوتس پسر در کنج زایشگاه، معصومیت در خواب و طوفان در جنینش بود. خوابی که سرخ و صورتی هر حوز نقاشی، یک عمر پرمعنای پوچی در کمینش بود. از پله افتادم به زیر پله غلطیدم، نصفم تمام ژاکت بیاستینش بود. مرسی از سیامک عزیز و شعر زیباش، و امیدوارم دیگه در بند نبینیمش و امیدوارم هیچ شاعری، هیچ نویسنده‌ای به جرم متفاوت نگاه کردن، به جرم متفاوت فهمیدن، به جرم نقد کردن در زندان نباشه و اصلا دنیایی رو داشته باشیم، ایرانی رو داشته باشیم که هیچ آدمی حتی دشمن من به جرم تفکر متفاوت، به جرم نگاه متفاوت نه زندان باشه، نه آزار ببینه و نه سانسور بشه. ممنونم از اتاق فرمان که همکاری کرد امروز با ما تا این برنامه تقدیم شما بشه، و ممنونم از کانال وان که همیشه میزبان ما هست.
تا جمعه بعدی، بدرود و به امید دیدارتون.